حتی من قبل از اینکه شروع بکنم و ادامه این نکات رو بررسی بکنیم، روی یه نکته خیلی مهمه این تاثیر میخوام تاکید بکنم و اول در مورد اون دوباره، شاید تکراری باشه ولی این سوال رو میخوام مطرح بکنم. بچه ها فرض بگیرین این سمت که ژن A قرار داره، رناباسفاراز هایی که در حال فعالیت هستن متعلق به نوع یک هستن، نوع یک باشن، نوع یک. خب حالا در مورد رناباسفاراز هایی که در مورد قسمت B یعنی ژن B در حال فعالیت هستن چه اظهار نظرهایی میشه کرد یا چه اظهار نظری میشه کرد و در مورد این DNA چه اظهار نظری میشه کرد، این DNA چه اظهار نظری میشه کرد. پس دو تا اظهار نظر میخوایم بکنیم، یکی در مورد رناباسفاراز هایی که در این ناحیه 1 و 2 یعنی مربوط به ژن B هستن، یکی در مورد این DNA. ما میگیم فرض میکنیم رناباسفاراز های ناحیه شماره 4 ژن A از نوع چی هستن؟ نوع 1، یعنی دارن RNA تولید میشن توسطشون، تولید میشه توسطشون یا دارن تولید میکنن. بچه ها رناباسفاراز های ژن B از چه نوعی هستن وقتی اون نوع یک باشن؟ اونا هم نوع یک هستن؟ آیا اونا هم ممکن است؟ خب بچه ها اولا پس قطعیتی در کار نیست که اونا نوع چند هستن رناباسفارازایی که اونجا فعالیت میکنن، چون اون ژن یه ژن جداست، بسته به اینکه حالا محصول نهایی چی باشه، tRNA باشه، rRNA باشه یا پلیپپتید باشه، میتونه نوع 1، 2 یا 3 باشه. ولی یه سوال، آیا هر رناباسفارازه میتونه باشه اینجا در حال فعالیت و این DNA یا چه اظهار نظری واسش میشه کرد وقتی اینجا رناباسفاراز نوع 1 هست؟ در مورد این دی ان ای اظهار نظر بکن. دی ان ای چه ویژگی مهمی بود واسش میشه در نظر گرفت؟ بچه ها پس فردا فکر میکنم امتحان دارید و نباید اینجور بمونید هیچی نگید. خیلی دارید صبر میکنید و هیچی نمیگید. پیوند هیدروژنی بین شکست نشده. نه ببینید، حالا شاید منظور منو متوجه نشده. این دی ان ای قطعا خطیه. چرا؟ چون تا اینجا شنیدید نوع یکه، دی ان ای قطعا باید بگید خطیه. دی ان ای قطعا خطیه. چرا؟ چون اینجا نوع یکه، نوع یک و نوع دو و نوع سه ماله چی بود؟ ماله یوکاریوتا بود. نکته بعدی، اینجا ما میگیم میتونه نوع 1، 2 یا 3 باشه، ولی قطعا چه نوع رناباسفاراز اینجا در حال فعالیت نیست. قطعا اینجا رناباسفارازمون از چه نوعی نیست؟ پروکاریوتی نیست. این خیلی مهمه. بچه‌ها یه مثال دیگه بزنم. مثلا فرض بگیرید اگه اینجا به شما گفتن رناباسفارازمون از نوع پروکاریوتیه، اینجا رناباسفاراز از نوع پروکاریوتیه، قطعا میتونیم بگیم این دی ان ای که اینجا وجود داره از چه نوعیه؟ دی ان ای از چه نوعیه؟ حلقویه. و قطعا اون رناباسفاراز هم از نوع پروکاریوتی هست، قطعا اونم پروکاریوتی. خب این نکته ای که به نظرم میرسید، حالا از جلسه پیش مطرح کرده بودیم ولی گفتم تاکید بکنم روش و در موردش صحبت بکنم، میگی تا سوال 4 گفته بودیم. خب پس رناهای، حالا من بازم ولی تاکید میکنم، ببینید چند تا نکته اینجا مطرح کردیم. در ناحیه شماره 3 حداقل
یک راه اندازی یافت می شود که گفتیم بله این راه انداز متعلق به این ژن بیه دیگه، اینجا این راه انداز یافت میشه اگه بخوام در نظر بگیرم. نکته بعدی که مطرح کرده بودیم اینه در ناحیه سه برخلاف، حالا این خیلی مهم نیست، نکته سوم رناهای ناحیه یک و سه قطعاً توسط یک نوع رنابس باراز، یک و سه قطعاً یک نوع رنابس بارازن، چون یه ژنه، یه ژن نمیتونه دو نوع رنابس باراز داشته باشه، پس قطعاً توسط یک نوع رنابس باراز و از روی یکی از رشته‌های دی ان ای رو نویسی شدن. برای یک ژن یکی از رشته‌ها را ما داریم که این هم بازم جمله درستیه. رناهای ناحیه 4 ممکن است توسط رنابس باراز متفاوتی نسبت به رناهای ناحیه 1 و 2 تولید شده باشن. ممکن است. چرا؟ چون مثلا ممکنه جفتشون نوع یک باشن ولی ممکنه این یک باشه 4. ولی بازم یه نکته وجود داره بچه ها، اگه دی ان ای حلقوی باشه قطعا رنابس بارازهایی که در ناحیه 1، 2 و 4 در حال فعالیت هستن از یک نوع هستن. پس اینم دقت بکنید، خودش نکته مهمیه. پس این نکته را دقت بکنید که اگه دی ان ای حلقوی داشته باشیم میگیم رنابس بارازهایی که در ناحیه 1، 2 و 4 در حال فعالیت هستن همه چی هستن پروکاریوتی هستن. خب حالا این در رابطه با این بچه ها بریم سراغ ادامه جملاتی که اینجا مطرح کردیم و اینا رو بررسی بکنیم ببینیم به چه صورت میشه. 5. در این تصویر ممکن نیست بیش از دو نوع رنابس باراز در حال فعالیت باشن. بچه ها این جمله چیه؟ در این تصویر ممکن نیست بیش از دو نوع رنابس باراز در حال فعالیت باشن. چرا غلطه های پسندیان؟ یه نفر دون پیام بنویسه که بره و برگرده دوباره واسه اینکه صدا واسش برقرار بشه. چرا غلطه های پسندیان؟ بچه ها سعی کنید بیاید صحبت بکنید در مورد حالا اون چیزی که میگید صحیحه یا غلطه. چرا این غلطه؟ آیا ممکنه بیش از دو نوع رنابس باراز در این تصویر در حال فعالیت باشن؟ آیا ممکنه؟ خب دو نوع، این که بیش از دو نوع نشد، حد اکثر دو نوع ما گفتیم، گفتیم یکیش نوع یک باشه اون یکی هرچی مخواد باشه نوع سه باشه. و اینا میگه در این تأثیر ممکن نیست بیش از، نگفته دو نوع، بیش از دو نوع رنابس باراز. بچه ها این جمله درسته، این جمله کاملا درسته. اگه حل بریم سراغ مورد بعدی، اینجا حد اکثر دو نوع هن ولی ممکنه یه نوع هم باشن. اگه دی ان ای حلقوی باشه قطعا چی هن؟ یه نوع هن. اگه دی ان ای خطی باشه ممکنه دو نوع، ممکنه یه نوع. همه رنابس بارازهای موجود در این تصویر در یک جهت حرکت میکنن. بچه ها جمله بعدی چی؟ درسته یا غلط؟ همه این رنابس بارازا دارن در یک جهت حرکت میکنن. بچه ها کاملا صحیحه، همشون دارن به سمت راست حرکت میکنن، همشون به سمت راست دارن حرکت میکنن. بچه ها من یه نکته یا یادآوری میکنم، این خیلی مهمه. بین دو ژن مجاور اگه یه دونه رنابس باراز بود، رنابس بارازا به یه سمت حرکت میکنن، حالا چپ یا راست خیلی مهم. اگه هیچی نبود رنابس بارازا به سمت هم حرکت میکنن. اگه دوتا بود، دوتا راه انداز وجود داشت، رنابس بارازا از هم دیگه دور میشن. یه قاعده ای هست که قبلا صحبت کرد. در صورتی که رناهای ناحیه یک برای شروع فعالیت کوتاه تر شوند، بچه ها کوتاه تر شوند یعنی چه فرآیندی؟ چه فرآیندی؟ میگه کوتاه تر بشن یعنی چه فرآیندی صورت بگیره؟
میگه رناهای ناحیه یک برای شروع فعالیت مجبور باشن کوتاه در بشن. یعنی چه فعالیتی، چه اتفاقی باید بیفته؟ بچه ها امروز نیستید و سریع تر جواب بدیم و سریع تر پیش بریم. یعنی چی رنا کوتاه تر بشن؟ یعنی چه اتفاقی رخ بده؟ چه اتفاقی رخ بده؟ کوتاه شدن رنا یه مطلب معموله کتابه دونه، چرا کسی هیچی نمی نویسه؟ بچه ها خب یه فعالیتی که کتابتون گفت اگه نخوندید فایده نداره، یعنی شما اینا رو جواب دادید چون متن کتاب خوندید. میگه رناهای ناحیه یک برایش، من میگم رد میشم دیگه، رناهای ناحیه یک برای شروع فعالیت کوتاه شوند یعنی چی؟ فرآیند پیرایش. چرا کوتاه بشن؟ این برای ام آر ان ای یوکاریوتی سد میکنه، ام آر ان ای یوکاریوتی، ام آر ان ای یوکاریوتی. نیستید بچه ها، نکنه چهار نفر بیشتر نیستید و اگه بخواین یه تعدادتون اصلا نباشید توی کلاس که دیگه کلاس کنسل. بچه ها میشنوید صدای منو؟ یه پیام بدید، یه پیام بدید ببینم. خب بچه ها آخه این فرایند که چندان چیز پیچیده اینی، کوتاه شدن رنای پیکه یه چیز ساده بوده مطرح کردیم، گفتیم آقا برای امارنه رخ میده، برای امارنه یوکاریوتی رخ میده، صحبت کردیم. حالا به هر حال پس امارنه یوکاریوتی این اتفاق واسش رخ میده. میگه در این صورت دنای این تصویر خطیه، محل رخ دادن این اتفاقات هم توی هست است. این جمله درسته یا غلط؟ سوالاش هم بچه قبلا داشتی، یعنی سوالی نیست که بگیم باش برخورد نکردید نمیدونستید، سوالی است که دادیم که جواب بدید، شما جواب را ارسال کردید، امیدوارم همینجور صادق نگذاشته باشید. بچه ها اگه اینم جواب نمیدیم میخواین کلاس رو تعطیلش بکنیم، چون اینجوری من حداقل نتیجه ای نمیگیرم. من حداقل دوست دارم یه جوری باشه که شما سوال بهتون میدم که کار بکنید که الان پیش روت باشه، فقط رفع اشکال بشه، نه اینکه از پایه بگیم هیچی هیچی هیچی. بچه ها اگه یوکاریوتی باشه قطعا همین الان دارم میگم دیگه، در سیتوپلاس بچه ها درسته رونویسی داریم، ولی ما میگیم امارنه که کوتاه میشه ماله هسته است، کاری به امارنه های سیتوپلاس می مثل میتوکندیو پلاس نداره، بنابراین قطعا این دینه خطیه، قطعا این اتفاقات داخل هسته رخ میده، قطعا داخل هسته داره این اتفاقات رخ میده. خب من تأکید میکنم بچه ها، من نمیگم این حالا سل یوکاریوتی توی سیتوپلاسمش رو نویسی نداره، ولی رو نویسی از دی ان ای خطی نداره. این یه مطلب. نکته بعدی این که شما میگید ام آر ان ای یوکاریوتی، من اینجا صحبت کردم منظورمون ام آر ان ای هست که توی هسته تولید بشه، ام آر ان ای که کوتاه میشه توی هسته این اتفاق واسش میفته، اصلا ربطی به ام آر ان ای که توی میتوکندریو پلاس تولید میشه این موضوع به هیچ وجه نداره. خب حالا توالی پایان رونویسی ژن سمت چپ، بچه ها ژن ای توالی پایان رونویسیش سمت چپشه یا سمت راستشه؟ دیگه اینا خیلی واضح مشخصه. توالی پایان رونویسی ژن سمت چپی کجاست؟
سمت راستشه. من با یه رنگ دیگه مشخص میکنم اینجاست، اینجا. توالی پایان ژنه سمت راست اینجاست، درسته؟ حالا داری قطع بکنی، توالی پایان رونویسی ژن سمت چپ در مقایسه با توالی پایان رونویسی ژن سمت راست به راه اندازه هر دو ژن موجود در تصویر نزدیکتر است. اینجا هم که یه راه انداز داره. جمله چیه بچه ها؟ اینجا هم راه انداز مربوط به این. میگیم این توالی پایان به هر دو تا راه انداز نزدیکتره. که جمله چیه؟ صحیح. خب. بچه ها نمیگم همیشه اینجوره، ولی تو این تصویر اینطوری هست. و خیلی هم این موضوع فاصله مهم اینه که شما تو این تصویر جای توالی پایان رو نویسی، راه انداز اینا رو متوجه بشید. اینکه اگه اینجا مثلا این ناحیه یه نوع رناوس باراز باشه، بقیه رناوس باراز اینجا هم همین نوع هستن، اگه دیگه نه حلقوی باشه اونم از همین نوع، همشون رناوس باراز پروکاریوتی باشن، این اصولا داریم در موردش صحبت میکنیم. بریم سراغ مورد بعدی. همه مولکولای رنای موجود در ناحیه شماره 4 هنگام جدا شدن از رناوس باراز طول یک ثانی دارن. همشون هنگامی که از رناوس بارازشون جدا میشن طول یک ثانی دارن، درسته یا غلطه؟ همشون طولشون یک ثانیه وقتی جدا میشن. سوال آقای شریفی ببینم شما به داده ما میرسی یا نه. سوال 9 قسمت B، قسمت B سوال 9 میگیم همه مولکولای رنایی که در ناحیه 4 هنگام جدا شدن اندازشون رو بررسی میکنیم، اندازشون یکسان. چرا اندازشون هنگام جدا شدن باید فرق بکنه؟ کاملا صحیحه، همشون اندازشون یکسانه. بچه ها من قبلا مثال زدم، گفتم اینجا مثل یه سلف سرویسه، ممکنه بگید آقا اولی رناش کوتاهه بعدی ها بولن. بچه ها اولی شروع کارش، اینم به این تر برسه مثل اینا میشه، مثل سلف سرویسه دیگه. شما وقتی سلف سرویس پیش میرید همه تون اون آخر که میرید دسته را همه چیز را برداشتی داره میره، همه تون به یه اندازه غذا برداشتی، این هم همینطوره. بچه ها درسته سمت چپ اول کارشه، ولی برسه سمت راست این هم مثل اونا میشه. بنابراین همه اونایی که جدا میشن طولشون یکسان. نمیگم الان طولا یکسان است، الان از سمت چپ به راست میبینیم طول بیشتر. چرا؟ چون سمت چپیه تازه سینیا برداشته، سمت راستیه میگیم دیگه حالا تو جیباش و کیسه و پلاستیک و همه رو هم پر کرده. پس جمله کاملا صحیحه. و نکته بعدی، حد اکثر 8 نوع نوکلئوتید، 5 نوع بازالی، 20 نوع آمینو اسید در مجموع بسپارهای این تصویر یافت میشود. که چیه؟ درست. 4 نوع نوکلئوتیدش مال دی ان ای، 4 نوع آر ان ای، 5 نوع بازالی هم که مشخصه آدنین، گوانین، سیتوزین، تیمین، یوراسیل، 20 نوع آمینو اسید هم حد اکثر یافت میشه. خب. اینم تا اینجا در رابطه با مطلب اولمون که یکی از مطالب مهم کتابتون بود. بچه ها این سوالایی که از شکل در میاد خیلی ارزش خاص خودشون داره. بریم سراغ جملات بعدی. و بچه ها من بازم تأکید میکنم اگه میخواید از این سوالا بررسی کردن نتیجه بگیرید، باید تمام این سوالا رو موشکافانه قبل کلاس شده یه بار دیگه تستش بکنید، یه بار دیگه بخونید ببینید میتونی جواب بدید یا نه. وقتی میای دنبال جواب باشی، نه اینکه صرفا یه چیزی بخوای بنویسید و ادامه بدید. خب در فرد مبتلا به کمخونی داسی شکل، یاخته‌های بالغ دارای هموگلوبین غیر طبیعی فاقد ژن این بیماری هستند. بچه‌ها کمخونی داسی شکل یه بیماری ژنتیکیه، یه نقص ژنی است که بعدم بیشتر صحبت میکنیم، مربوط به زنجیره بتای هموگلوبینه و طرف ژن معیوب داره.
حالا میگه فردی که این بیماری ها داره یاخته‌های بالغی که هموگلوبین غیر طبیعی دارن اصلا ژن این بیماری ها ندارن. جمله درسته یا غلط؟ چرا؟ من میگم صحیحه، یه نفر بگه چرا، دلیلش ها بگید چیه، چرا صحیح، دلیلش مهمتر. بچه ها تمومه اینا دلایلش مهمتر از خودشونه، هر کدوم یه نکته تو دلیلش هست. دلیلش چیه؟ یه خورده از این سیستم صوتی، این تکنولوژی اینجاست، یه نفر دست بگیره صوتی راحته. آفرین. گلوبول قرمز اصلا دی ان ای نداره که بخواد ژن داشته باشه، پس فاقد ژن. کاملا درست. بله. یه خورده میخوام خودتون راحت تر باشید، میتونید دست بگیرید صوتی صحبت. در نوع یاخته بالغ دارای پروتئین با ساختار نهایی چهارم ممکن نیست رونویسی از ژن‌های مربوط به این پروتئین رخ بدهد. بچه ها چون گفته نوعی، شما باید بگردید ببینید کدوم ها مد نظرش داره. این نوعی مثلا یاخته بالغ که داره صحبت میکنه کدوم ها داره صحبت میکنه که یک و دو ادامه هم دیگه هستن. منظور چیه؟ گویچه قرمز بالغ بچه ها دارای هموگلوبینه که ساختار نهاییش چارمه، رو نویسی از جنهای مربوط به این پروتئین رخ نمیدهد چون اصلا جنی وجود نداره. از یه نکته خیلی مهم تأکید میکنم، گلوبول قرمز بالغ دارای پروتئینی هست که ژنش را خودش نداره. یه سوال بچه ها، ژن‌های مربوط به هموگلوبین ها آیا سلولای عصبی دارن یا ندارن؟ سلولای عصبی دارن یا ندارن؟ دارن ولی اونجا بیان نمیشه. خب اینم که نداره پس کجا بیان شده؟ میگیم آقا این گلوبول قرمز قبل بالغ شدن این ژن ها را داشته و بیان کرده، بعد هسته را از دست داده، دیگه الان نداره، دیگه الان نداره. خب هر رنای تولید شده توسط رناوسپاراز 3، بچه ها رناوسپاراز 3 چه رنای تولید میکنه؟ ناقل. میگه برخلاف هر RNA برای انجام وظیفه خود از منافذ پوشش هسته عبور میکنه، از منافذ پوشش هسته عبور میکنه. میگه رناوسپاراز نوع 3، خب حالا هر رنایی که بسازه قطعا برای انجام وظیفش از پوشش هسته عبور باید بکنه. بچه ها سعی و غلط بودنش ها فعلا کار ندارم. این جمله دو تیک هست، یکی این که میگه هر رنایی تولید شده توسط رناوسپاراز 3 برای برخلاف هر RNA، یا من فعلا کارش ندارم، برای انجام وظیفه خود از منافذ پوشش هسته عبور میکنه، این درسته یا غلطه؟ این تیکه اول میخوام ببینیم درسته یا غلط. تیکه اول میخوام ببینیم درست یا غلط. نمیدونم این قینا مال قبله یا مال همینه. من تیکه اولا گفتم بگی. بچه ها تیکه اول صحیحه. چرا؟ یادتون باشه تا گفتن رناوسپاراز نوع 3، یعنی رناوسپارازی که محل فعالیتش کجا هست، واسه یک و دو هم سید میکنه دیگه، یک دو سه محل فعالیتش اون کجاست؟ هست است. خب بچه ها رنایی که اینا تولید میکنن، RNA که تولید میکنن، tRNA که تولید میکنن، mRNA که تولید میکنن، کجا میرن فعالیت میکنن؟ کجا میرن فعالیت میکنن؟ تو سیتوپلازم. پس قطعا برای انجام وظیفه خودش باید از منافذ پوشش هسته عبور بکنه، هر رنایی که رناوسپاراز 3 تولید میکنه. این تا اینجای جمله که درست، تا اینجا درست. حالا میگیم برخلاف هر RNA، یعنی هر RNA قرار نیست از منافذ پوشش هسته عبور بکنه،
بچه ها RNA آیا میشناسید که قرار نیست برای انجام کارش از منافذ پوشش هسته عبور بکنه؟ RNA مال ریبوزومه دیگه. حالا بحث من اینه، آیا ممکنه RNA تولید بشه ولی از منافذ پوشش هسته عبور نکنه برای انجام کارش؟ من میگم بله، من میگم بله. بچه ها حتی ما tRNA داریم که تولید میشه ولی برای انجام کارش عبور نمیکنه از منافذ. حتی mRNA، آقا همین الان گفتی tRNA عبور میکنه، حواستون نبود، گفتیم تولید شده توسط رناواسپاراز نوع 3. بچه ها یه نکته خیلی مهمه باید بدونید، وقتی میگیم rRNA، اینا امیدوارم خوب متوجه بشین، از شما سوال میپرسم این RNA یا کدوم رناواسپاراز ها میتونن تولید بکنن؟ کدوم رناواسپاراز ها؟ بگید تا متوجه موضوع بشین. سلام. کدوم رناواسپاراز ها؟ آفرین، هم نوع 1 هم پروکاریوتی، حتی بچه ها اینم میشه گفت هم میتوکندریایی و کلوروپلاستی. پس پروکاریوتی هست، تازه داخل میتوکندری هم داریم، داخل میتوکندری بچه ها مخصوص خودشه. پس بچه ها من زومم رو این موضوعه، تیکه اول گفتم رنایی که رناواسپاراز نوع 3 بسازه، وقتی نوع 3 می سازه تو هسته است. تیکه دوم گفتم برخلاف هر RNA، وقتی میگیم هر RNA یعنی RNA باکتری هم باید در نظر بگیری. خب RNA باکتری اصلا هسته کو که بخواد ازش عبور بکنه. حتی تو سلول یوکاریوتی ما میتوکندریاییش هم میتونیم در نظر بگیریم. پس امیدوارم موضوع متوجه شده باشید که بچه تیکه اول جمله میگه رنایی که رناواسپاراز 3 بسازه. مثلا میگفتیم نوع 1، بازم درست بودا. چرا؟ میگیم نوع 1 همه آر آر نا که نمیسازه، اونایی که تو هسته تولید میشن رو میسازه. خب میخوان کارشون انجام میدن میرن بیرون هست. ولی تیکه دوم میگه برخلاف هر آر آر نای، هر آر آر نای که قرار نیست تو هسته تولید بشه که بخواد از منافذ عبور بکنه بره بیرون. پس امیدوارم این موضوع خوب واسه حلاجی شده باشه که اگه گفتن رناواسپاراز نوع 1، 2، 3 قطعا تو هسته است. رنایی که تولید میکنن باید از هسته خارج بشه، تو سیتوپلاسم فعالیت بکنه. ولی اگه کلا گفتن آرآرنه، تیآرنه، میگیم خب باید ببینیم کجا تولید شده. اگه تو هسته تولید شده میره بیرون. اگه تو میتوکندری تولید شده که اصلا از هیچ جا، تو خود میتوکندری میمونه. اگه تو باکتری تولید شده تو خود باکتری میمونه. پس این جمله بچه ها درست. کسی با این موضوع مشکلی نداره؟ چون موضوع خیلی مهمیه این موضوعی که اینجا مطرح کرده. آقا حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، آقا هر رنای تولید شده در هسته باید از هسته خارج بشه؟ بچه ها از نظر علمی نه، ولی RNA، tRNA و mRNA باید خارج شد. این سه تا میدونیم باید خارج بشه. حالا بقیهشون رو مکا، آقا بقیهشون چیه؟ مثلا آرنهای کوچک، اونا را کتاب صحبت نکرده. ما حتی یه سری آرنهای دیگری هم داره. پس اونا را چنین موضوعی ما نمیتونیم واسه شون مطرح بکنیم. خب بچه ها بریم سراغ موضوع بعدی. در عامل بیماری زاتوریه، بیماری زاتوریه عاملش چیه؟ بچه ها زاتوری عاملش باکتریه. تو سوالاتی که این مدلی مطرح میشه یه نکته خیلی مهم وجود داره. تا میگه عامل بیماری زاتوریه، منظورمون یه پروکاریوته. ساخت رنای پیک توسط رناواسپاراز نوع 2 صورت نمیگیره. جمله چیه بچه ها؟ ساخت رنای پیک توسط رناواسپاراز نوع 2 صورت نمیگیره.
کاملا صحیح. و به من بگید در عامل ذات‌الریه ساخت رنای پیک توسط چه رناوس فارازی صورت میگیره؟ آفرین، پروکاریوتی تولیدش میکنه. خب بریم سراغ جمله 5. در هر ژن موجود در دنای خطی، در هر ژن توالی های سنوکلوتیدی تعیین کننده نوع آمینو اسید های موجود در نوعی پلیپپتید هستند. این جمله چیه؟ در هر ژن موجود در دنای خطی توالی های سنوکلوتیدی تعیین کننده نوع آمینو اسید های موجود در نوعی پلیپپتیدی است. نوعی پلیپپتید است. این جمله درست یا غلط؟ بله. بچه یکی از برداشتای اشتباه شما، یکی از مشکلات شما اینه تا میگیم ژن فکر میکنید پروتئین، یعنی ژن فکر میکنید تارو نویسی میشه، امارنه میده، امارنه هم پروتئین میده، و با این برداشت ممکنه بگید خب توالی های سنوکلوتیدی تعیین کننده نوع آمینو اسیدها هستن، چون کتاب گفته توالی های سنوکلوتیدی این کار انجام میدن، رمزها از روش رمزها تولید میشه و در نتیجه از روی رمزها آمینو اسید مشخص میشه، ولی بحث اینه ما یه سری ژن داریم آرارین از روشون تولید میشه، توالی سنوکلوتیدی و نمیدونم پلیپپتید و ایناش کو، این یه بحثه. بنابراین یه نکته خیلی مهم، mRNA است که ترجمه میشه و پلیپپتید از روش ساخته میشه، نه آرآرنه، نه تیآرنه. ولی یادتون هم باشه همین mRNA یا آرآرنه که تولید میشه در بیان ژن نقش داره، اطلاعاتشون نقشی نداره، ولی خودشون یه نقشی ایفا میکنن. tRNA که گفتیم فرقونه با آرآرنه هم که گفتیم در ساختار ریبوزوم کار انجام میده. دورشته یک ژن، بچه دقت بکنید من این جملات ها چجوری میخونم، من که خودم معلمم میام این مدلی میخونم، بعض دانش آموز حالا چرا یه قدم میرم فراتر کل جمله رو میخوان بخونن، نه لزومی نداره. دورشته یک ژن ممکن نیست توسط یک نوع رناوس فاراز رو نویسی شود. دورشته یک ژن ممکن نیست توسط یک نوع رناوس فاراز رونویسی شوند. بچه ها این جمله تا الانش چیه؟ صحیحه. اصلا دورشته یک ژن ممکن نیست رونویسی شوند. چرا؟ چون یکیش رونویسی میشه. برخلاف دورشته یه دنا، یعنی دورشته یه دنا ممکنه توسط یه نوع رناوس فاراز رو نویسی شود. بچه ها جمله صحیح، جمله صحیح. خب چون دو رشته دنا رو وقتی در نظر میگیریم، مثلا میگیم آقا این رشته دنا یه تیکش رو در نظر بگیریم، خب توسط یه نوع رناوس فاراز مثلا رو نویسی بشه نوع یک، بعد یه تیک دیگه از اون رشته رو در نظر بگیریم بازم همین نوع یک بیاد رو نویسی انجام بده، یه آرآرنه دیگه مثلا تولید بشه. بچه ها اطلاعات رنا فرق بکنه، ولی نوع رناوس فاراز قرار نیست اینقدر تنوع داشته باشه، قرار نیست این نوع تنوع اینقدر میتونیم بگیم تنوع. و یه مثال ساده بزنم، مثلا ما مورد داریم بچه ها دورشته دنا کلن وقتی رونویسی میشن یه نوع رناوس فارازه، کلن یه نوع رناوس فاراز. چه حالتی داریم؟ بگید کلن یه نوع رناوس فاراز، کلن یه نوع رناوس فاراز. کدوم حالته که دورشته دی ان ای ما میگیم وقتی رونویسی میشن کلا یه نوع رناوس فاراز؟ بچه ها حالتی که دی ان ای باکتری، آفر دی ان ای باکتری.
درسته؟ خب این تا اینجا. بریم سراغ مورد بعدی. پس من از یه طرف میگم آقا دو رشته یک ژنه اصلا رو نویسی نمیشن، هیچی، پس ممکن نیست توسط، اصلا ممکن نیست رو نویسی بشن. بعد میگم برخلاف دو رشته دنا، دو رشته دنا ممکن است توسط یک نوع رنابس فراز رو نویسی بشن اگه دی ان اما حل قوی باشه. تنها آنزیم شکننده پیوند فسفودیستر در هسته دنابسفارازه. این جمله چی؟ تنها آنزیم شکننده. چرا غلطه؟ دلیلش خیلی مهمه. من به چه موضوعی گیر دادم که میگم باید غیر از دنابسفاراز شما یا آنزیم دیگه هم پیدا کنید؟ شاید اسمش رو ندونید ولی باید بدونید ما شکننده پیوند فسفودیستر بازم داریم. کجا داریم؟ کجای کتابتون بوده؟ هرچی هم هست مال همین فصله. نه، دو تا مطلب دارید قاطی میکنه. یه بحث اینه که کتاب میگه توی همان انسازی آنزیم هایی مثل هلیکاز، مثل دنابسفاراز نقش داره. ولی بله دقیقا من مد نظرم همینه که آقای پسندیان گفتن پیرایش ام آر ان ای در یاخته یوکاریوتی. بچه ها وقتی واژه پیرایش را به کار میبریم یعنی چه پیوندهایی داره شکسته میشه؟ وقتی شما داری میانه ها را جدا میکنه چه پیوندهایی شکسته میشه؟ میانه ها را داری جدا میکنه تا بیانه ها را به هم دیگه بچسبونه، چه پیوندهایی دارید میشکنی؟ فسفودیستر کجا رخ میده؟ توی هسته. چه آنزیمی انجام میده این کارا؟ بچه ها ما اسمش رو نمیدونیم، کاری هم نداریم، ولی قطعا دنابسفاراز نیست دیگه. قطعا دنابسفاراز نیست. دنابسفاراز شغلش یه چیز دیگه است. پس قرار نیست حتی تمام اطلاعات ها برای یه نکته شما داشته باشید. پس اگه بگیم تنها آنزیم شکننده پیوند فسفودیستر در هست دنابسفاراز، بچه ها جمله غلطه. چرا؟ چون ما بحث پیرایش ها داریم. توی پیرایش اون آنزیمی که این شکستن رو انجام میده هرچی باشه دنابسفاراز نیست. حالا چیه دیگه؟ اون میشه خارج از کتاب. خب بریم سراغ موضوع بعدی. هر بخشی از دی ان ای که پیش ماده ی رنابسفاراز است قطعا پیش ماده ی هلیکاز نیز می باشه. به عبارت دیگه هر بخشی از دی ان ای که رنابسفاراز میره، حالا مثلا دو رشتش ها باز میکنه و به عنوان الگو استفاده میکنه، قطعا هلیکازم این بلا را سر اونجا میتونه بیاره. مورد سه غلط میشه. بچه ها این جمله درسته. بچه ها یه نکته خیلی مهمی که من اینجا میخوام طرح بکنم خیلی مهمه. اینو یادتون باشه بچه ها، رونویسی در بخشی از دی ان ای رخ میده، همانندسازی در کل این دی ان ای. بنابراین ما میتونیم بگیم هر جایی که شما بگید رونویسی داره رخ میده همانندسازی دیگه قطعی روشه. ولی شما نمیتونید بگید هر جای همانندسازی رخ میده رونویسی هم رخ میده. رونویسی شرط خودشو داره، باید ژن باشه، یکی از رشته ها رونویسی میشن، توالیه بین ژنی نباشه. پس این جمله چیه؟ درست. خب آقای شریفی اون مورد سرا خیلی توضیح دادم، توضیحات من ها نمیدونم سر کلاس بودید گوش بکنید یا نه، خواستید بعدم گوش بکنید، بعد اگه دیدید بازم قبول نمی کنید صحبت میکنم، چون خیلی تو اون مورد من بحث کردم. ولی اگه بخوام سری بگم مورد سه منظورتو همین سه سیه دیگه، منظورتو همینه؟ آها ندیدم پیام. ببینید
ما میگیم آقا رنا و اسفاراز نوع 3 1 2 هر کدوم باشن، وقتی رنایی تولید کنند این رنا برای انجام کارش قطعا باید از محافظ پوشش هسته عبور بکنه. چرا؟ چون محل کارش توی سیتوپلاسم، تولیدش تو کجا صورت گرفته؟ توی هسته صورت گرفته. این تا اینجا درست؟ حالا چرا میگیم برخلاف هر آر آر ان ای؟ شما آیا میتونی بگی هر آر آر ان ای برای انجام کارش از منافذ پوشش هسته باید عبور بکنه؟ ما میگیم نه. چرا؟ چون آر آر ان ای میتونه توسط رنا و اسپاراز نوع 1 تولید شده باشه، در این حالت از منافذ عبور میکنه، ولی اومده توی میتوکندری یا پلاس تولید شده باشه، اومدیم و توی باکتری تولید شده باشه، اصلا پوشش هسته ای در کار نیست که برای انجام کارش بخواد از منافذ عبور بکنه. پس منظورمون این بود. حالا من به شکل خلاصه دیگه کل و موضوع گفتم. خب در رونویسی و همانند سازی مثل هم دیگه، شکستن و تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای دارای آدنین و نوکلئوتیدهای دارای تیمین رخ میدهد که چیز خاصی نیست، قبلا گفتیم جمله کاملا درسته. نه دیگه درست میشه. نه ببینید، شماره 3 را من اینطوری بگم بچه ها، وقتی میگیم برخلاف مفهومش اینه، دقت بکنید چی میگم. وقتی شما یه جمله یا مطرح کردید میگید مثلا این کتاب دارای 100 تا صفحه است، درسته؟ حالا وقتی میگید برخلاف یعنی میگید دومی این ویژگی واسش صد نمی کنه. حالا ما ویژگی اولمون چیه؟ میگیم هر رنایی که تولید شده توسط رنا و اسفاراز نوع 3 قطعا باید از منافذ پوشش هسته عبور بکنه، درسته؟ حالا برخلاف هر آر آر ان ای درست دارید میگید، یه بعضی باید بیاریم اینجا، درست قبول، چون بگیم هر آر آر ان ای یه بعضی میخواد، درسته. شماره 3 یه بعضی باید بیاریم تا درست بشه. کاملا درست، بله یه بعضی که بیاریم حل، کاملا درست دارید. خب بچه ها ادامه بیدیم. پس من یه بار دیگه میگم مورد 3 که میگن درست دارن میگن. چرا؟ چون باید بگیم بعضی از آرارنی ها اینجوری در نظر بگیریم که آقا یه سری آرارنی ها هستن که از منافذ پوشش هسته عبور نمی کنن، قید مشخصی هم در نظر نمیگیریم، میگیم بعضی از اینا. کدوم هاشون؟ اونایی که در میتوکندری در پلاس تولید میشن، اونایی که مثلا در یه باکتری تولید میشن. کاملا درسته، این برداشت کاملا درست. خب بچه ها بریم سراغ جمله 10. جدا شدن میانه های یک ژن پیش از خروج رنای پیک از هسته صورت میگیره. این جمله صحیحه یا غلط؟ من هیچ توضیحی واسش نمیدم. این جمله صحیحه یا غلط؟ هیچ توضیحی هم نمیدم، فقط خودتون بخونید و بگید، چون این نکته ریزی داره. ببینم کسی به این نکته توی خوندنش توجه میکنه یا نه. صحیحه یا غلط؟ چرا؟ دلیل غلط بودنش چی؟ دلیل غلط بودنش چی؟ چون من وقتی اینجوری نگاه میکنم و میگم خودتون بخونین، قطعا مد نظرم این که غلطه، ولی چرا غلطه؟ نه نگفتیم هر ژن، گفتیم یک ژن. من سری بگم بچه ها دلیلش اینه، جدا شدن میانه های یک ژن. مگه میانه های یک ژن جدا میشن؟
اولا رو نوشته میانه ها، حالا با ارفاق بگی میانه، ولی میانه های رنای پیک جدا میشن نه ژن. بچه این نکته خودش خیلی مهمه، با ژن ما دست نخورده میمونه. پس ژنی که میانه داره بیانه داره، بچه ها میانه هاش جدا نمیشن. توی mRNA هست که این اتفاق رخ میده. به عبارت دیگه شما یه کتاب دارید، میگید آقا از این کتاب زیراکس میگیرم، بعد اضافی هاشو میکنم میریزم دور. خود کتابا نمیتونی دستکاری بکنی یا خود کتاب سر جاش هست؟ حل این موضوع بریم سراغ بعدی. خب موضوع بعدی، ترشح نوعی هورمون از اندام اورساز. بچه ها اندام اورساز بدن چیه؟ اندام اورساز چیه؟ توی بدنم کدوم اندام اورساز؟ کبده. کبد و کلیا بچه ها چه هورمونی ترشح میکنن؟ هورمونه؟ چه هورمونی؟ اریتروپویتی. خب بچه ها هورمون اریتروپویتین سرعت تقسیم ها در چه یاخته‌ای افزایش میده؟ در چه یاخته‌ای؟ یاخته‌ای بنیادی مغز استخوان. تا اینجا درست؟ پس من قبلا بچه های موضوع مطرح کردم که هورمون اریتروپویتین تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی ها چکار میکنه؟ افزایش میده. این موضوعیه که قبلا مطرح کرد. کتاب اینجا یه موضوعی مطرح میکنه، میگه یاخته های تازه تقسیم شده تعداد آرنه بیشتری میخوان. پس نتیجه گیری تعداد رناواسپارازهایی که همزمان متصل میشن به ایش جن افزایش پیدا میکنه، باعث اتصال تعداد بیشتر رناواسپاراز، گفتم آرنه، تعداد رناواسپاراز بیشتر به بعضی جنهای یاخته های بافته. آقا کدوم ژن‌ها؟ ژن‌هایی که قرار محصولشون چی بشه بچه ها؟ محصولشون چی بشه؟ یاخته‌هایی که تازه تقسیم میشن چی خیلی نیاز دارن؟ ژن‌هایی که محصولشون چیه؟ آر. بچه ها به عنوان یه قاعده خیلی کلی من میتونم اینو مطرح بکنم، شما محصول نهایی یک ژن به مقدار زیادی نیاز دارن. وقتی اینا نیاز داری باید رو نویسی از اون ژن به مقدار زیادی با سرعت زیادتری انجام میگیره. برای این کار روش های مختلفی وجود داره. یکی از این روش ها اینه که تعداد زیادی رناواسپاراز همزمان وصل بشن بشه. همزمان رو نویسی ها شروع بکنن. این یکی از روش هاست. این روش ها بچه ها تو شکل بالا داشتیم دیگه. همزمان تعداد زیادی رناواسپاراز متصل میشن. و کتاب گفته یاخته های تقسیم شده، حتی ما میتونیم بحث مثلا مورولا بلاستولا این توده هایی که سرعت تقسیمشون بالاست مطرح بکنیم. بچه ها در مورولا بلاستولا تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی بالاست، تعداد رناواسپاراز هایی هم که وصلن به ژن های تولید کننده آر ان ای بالاست. مثال های دیگه هم میشه زد. یه مثال ساده بزنم، مثلا لنفوسیت بیاخته پاتنساز تولید میکنه. بنابراین ژن هایی که پاتنساز هستن ما میتونیم بگیم تعداد رناواسپاراز بیشتری بهشون وصل میشه. گفتم شما محصولا میخوای، پس باید رو نویسید و مقدارش ها ببری بالا. یکی از ساده ترین روش ها که مال هم یوکاریوته هم پروکاریوته اینه که چیکار بکنید؟ همزمانی اتصال داشته باشید. کجا کلاس تموم شد؟ همزمانی اتصال رناواسپاراز رو داشته باشید. بچه ها همزمانی اتصال رناواسپاراز به تعداد زیاد مال یوکاریوت یا پروکاریوت؟ مال یوکاریوت یا پروکاریوت؟ همزمان تعداد زیادی رناواسپاراز به یک ژن وصل بشن، همزمان رونویسی های زیادی در حال انجام شدن باشه. مال یوکاریوت یا پروکاریوت؟ مال یوکاریوت. مال هر دو. همزمان تعداد زیادی ریبوزوم به یه mRNA وصل بشن تا محصول پروتئینی بیشتری ما تولید بکنیم. مال یوکاریوت یا پروکاریوت؟
همزمانی اتصال تعداد زیادی ریبوزوم مال یوکاریوت یا پروکاریوت. همزمانی تعداد زیادی ریبوزوم، اتصال تعداد زیادی ریبوزوم مال هر دو دوباره. اصلا یوکاریوت و پروکاریوت نمیشناسه، مال هر دو. پس دو تا تا الان گفتم، همزمانی اتصال تعداد زیادی رنوسفاراز به یک ژن، هم یوکاریوت هم پروکاریوت. همزمانی اتصال تعداد زیادی ریبوزوم به چی؟ رنال پیک، یوکاریوت و پروکاریوت. بچه ها، همزمانی ترجمه یک mRNA با رونویسیش، یعنی همزمان با رونویسیش ترجمه بشه، این مال چیه؟ همزمان با رونویسیش ترجمه صورت بگیر، این دیگه پروکاریوتی، این یوکاریوتی نیست. و حداقل ما میتونیم بگیم دی ان ای که داره ژنش همزمان با رونویسیش ترجمهش هم صورت میگیره، قطعا این دی ان ای توی هسته قرار نداره، قطعا این دی ان ای خطی نیست. چرا؟ چون دی ان ای خطی داخل هسته است، ریبوزوم ها بیرون دارن کارشون انجام میدن. خب اینم تا اینجا. هر تغییری در رنای نابالغ ساخته شده در هسته یک یاخته یوکاریوتی، در هسته یک یاخته یوکاریوتی پس از رونویسی توالی پایان ژن صورت میگیره. بچه ها این جمله چیه؟ غلطه. چرا؟ چرا غلطه؟ آفر. بچه ها تغییرات رنای پیک دو مدل داریم، حین رونویسی پس از رونویسی. تغییرات ممکنه حین رونویسی باشه، ولی یادتون باشه بچه ها پیرایش مال پس از رونویسی، پیرایش پس از رونویسی رو. خب اینم اینقدر. بریم سراغ سوال بعدی. هر جاندار تک یاخته ای، بچه ها وقتی میگن جاندار تک یاخته ای، ممنون تازه اومدید. خب یه چنده استراحت. خب بچه ها جاندار تک یاخته ای یعنی یوکاریوت یا پروکاریوت؟ جاندار تک یاخته ای یعنی یوکاریوت یا پروکاریوت؟ پروکاریوت، پروکاریوت. بچه ها یه تقسیم بندی مهمه ما قبلا صحبت کردیم، من سریع میگم اون تقسیم بندی خیلی اهمیت داره. جانداران ما میدونیم 5 تا فرمان رو میشن: باکتری ها، آغازیان، قارچ ها، جانوران و گیاه ها. باکتری ها میشن پروکاریوت، میرن کنار، 4 تا فرمان رو میمونه: آغازیان، قارچ ها، گیاهان و جانوران. باکتری ها همشون چیان؟ تک یاخته ای. ولی آیا هر تک یاخته ای قطعا یه باکتری حساب میشه یه پروکاریوته؟ میگیم نه آقا، تو آغازیان، تو قارچ ما تک یاخته ای داریم دیگه. حالا معروف ترین تک یاخته ای قارچ ها چی ها؟ توی قارچ ها معروف ترین تک یاخته ایشون شاید شنیده باشی، توی آغازیان چی؟ خوندید اینا را؟ آغازیان ها خوندید بچه ها؟ مثلا پارامسی یا آغازیه یوکاریوته، ولی تک یاخته ای، ولی تک یاخته ای. مخمریه تک یاخته ای قارچه، اینا یوکاریوت حساب میشن. پس دقت بکنید بچه ها، وقتی گفتن یه جاندار تک یاخته ای یعنی هم شامل پروکاریوت هم شامل یوکاریوت میشه. ولی یه چیز مهم، اگه گفتن پرسلولی، پر یاخته ای، قطعا یوکاریوت، قطعا یوکاریوت. بچه ها یه جمله دیگه هم بگم، هر پروکاریوتی قطعا تک یاخته ای، ولی یوکاریوت میتونه تک یاخته‌ای باشه، میتونه پر یاخته‌ای. یوکاریوت‌ها بیشترشون پر یاخته‌ای. خب بچه‌ها نکته این جور سوالات و این جور جملات و این جور تست‌ها همینه که تا میگه هر جاندار تک یاخته‌ای، هر جاندار پر یاخته‌ای. مثلا اگه من میگفتم هر جاندار پر یاخته‌ای یعنی یوکاریوت، ولی گفتم هر جاندار تک یاخته‌ای هم یوکاریوت هم پروکاریوت،
آقا پارامسی تگ یاخته ای هست درست، یوکاریوت یا پروکاریوت؟ یوکاریوت. پس رونویسی بلا فاصله ترجمه صورت میگیره، ترجمه همزمان با رونویسی. ما در مورد ژن‌های هسته‌ایش نداریم توی پارامسی، نداریم. بچه‌ها یه نکته، توی خود باکتری هم واسه همه ژن‌ها و همه شرایط رخ نمیده، با همه شرایط رخ نمیده. خواهش میکنم. پس یادتون باشه بچه ها، پارامسی مثل ماست. ژن‌های هسته‌ایش نمیتونن همزمان با رونویسی ترجمه بشن. پس پارامسی هم مثل ما همزمانی اتصال تعداد زیادی رنا و اسپارازا داره، یعنی ساختار پرمانند که اون بالا داشتیم، همزمانی اتصال تعداد زیادی ریبوزوما داره. این اتصال تعداد زیادی رنا و اسپارازا تعداد زیادی ریبوزوما داره، ولی همزمان با رونویسی بخواد ترجمهش هم شروع بشه، نه همچین چیزی ما تو پارامسی نداره. خب پس در هر جان داره تک یاخته، یا حالا ببینیم قطعا رنای پیک ساخته شده پس از رونویسی و پیش از آغاز فعالیت خود باید تغییر طول بدهد. خب این جمله چیه؟ چرا آخه سعیه؟ این جمله غلطه. چرا؟ دلش خیلی مشخصه بچه. این تغییر طول مال چی بود؟ دوباره رفرش بکنیم. تغییر طول مال چی بود؟ اولا رنای پیک. خب آقا اینجا رنای پیک دیگه، چرا دارید میگید نه غلطه؟ دوما یوکاریوت. کو یوکاریوتش؟ هر جان داره تکی آخته این اتفاق واسش رخ میده، یعنی توی باکتری هم رخ میده. توی باکتری هم تغییر طول رنای پیک رخ میده. به من بگید توی باکتری این اتفاق رخ میده؟ ما میگیم هر جان داره تک یاخته باید این اتفاق رخ بده. نه. جمله دوم، انواع رناهای درون یاخته فقط توسط یک نوع رنا و اسپاراز تولید شده. بچه ها این اتفاق اول یوکاریوتی یا پروکاریوتی؟ یوکاریوتی. اتفاق دوم چی؟ اتفاق دوم یوکاریوتی یا پروکاریوتی؟ انواع رناش توسط یک نوع رنا و اسپاراز تولید بشن. این اتفاق مال یوکاریوتاس یا پروکاریوتا؟ پروکاریوتا. بچه ها من واسه انومین بار میگم خیلی مهمه هر سال حد اقل یه تست، چه بسا بیشتر، تا یه جمله را میگن بگید این جمله مال یوکاریوته فقط، مال پروکاریوت فقط، یا مال هر دو. قبلا خیلی صحبت کردیم. مثلا سری من یادآوری میکنم، هیستون، نوکلئوزوم، هسته، دی ان ای خطی، میانه و بیانه داشتن، همه اینا اتفاقات یوکاریوتیه. یوکاریوتی سه نوع رنا و اسپاراز داخل هسته داشتن، انواع رنا و اسپاراز داشتن، در حالی که یه سری ویژگی هم داریم پروکاریوتی هم. ویژگی های پروکاریوتی چی هستن؟ یه نوع رنا و اسپاراز همه ژن ها رو بخوان رونویسی بکنن، یکی از اونها میانه و بیانه نداشتن. یه سوال بچه ها، دی ان ای حلقوی یوکاریوتی یا پروکاریوتی؟ دی ان ای حلقوی. هر دو، هر دو. خب بریم سراغ مورد بعد. میگه در هر جان داره تک یاخته ای قطعا یک نقطه برای آغاز همانندسازی دنا یا دناهای اصلی وجود دارد. یک نقطه وجود داشتن مال چیه؟ اینم غلطه. مال چیه؟ یک نقطه آغاز همانندسازی بچه پروکاریوتیه یا یوکاریوتی؟ مال اغلب. آفرین، اغلب پروکاریوتا. بچه حالا یه سوال از شما میپرسم، چندین نقطه ی آغاز همانندسازی داشتن یوکاریوتی یا پروکاریوتی؟ چندین نقطه ی آغاز همانندسازی داشتن فقط یوکاریوت؟ چندین نقطه ها بچه؟ هر دو، هر دو، همه یوکاریوتا
برخی پروکاریوت ها، برخی باکتری ها هستن چندین نقطه آغاز همانند سازی دارن. بچه ها یوکاریوت ها چندین نقطه آغاز، یعنی یه دی ان ای خطی قطعا چندین نقطه آغاز داره. در مورد دی ان ای باکتری میگیم اغلب یه نقطه، میتونه بیش از یه نقطه هم باشه برای آغاز همانند سازی. حالا بچه ها یه مورد خیلی ریز بپرسم، تغییر تعداد نقاط شروع همانندسازی یوکاریوتی یا پروکاریوتی یا هر دو، تغییر نقاط شروع همانندسازی مثلا تعداد نقاط شروع بره بالا، تغییر تعداد نقاط شروع همانندسازی یوکاریوتی یا پروکاریوتی هر دو نه یوکاریوتی. بچه ها تغییر تعداد نقاط شروع همانندسازی اتفاق یوکاریوتی. پروکاریوت ها یادتون باشه اغلبشون که یه نقطه دارن، مگه یه نقطه میتونه بیشتر بشه؟ نه نمیتونه. اونایی هم که چند نقطه دارن اونا هم بیشتر بشه نیست. پس اینکه تعداد نقاط شروع همانندسازی افزایش پیدا بکنه، اگه دقت کرده باشین کتاب واسه یوکاریوت ها مطرح کرده نه پروکاریوت، و میگه مثلا تو مراحل جنین اول کار وقت در نظر میگیریم تعداد نقاط شروع همانندسازی افزایش پیدا. خب مورد بعدی، بیش از یک نوع آنزیم توانایی شکستن پیوند هیدروژنی بین دو رشته یک ژن را دارد. بیش از یک نوع آنزیم. بچه ها این جمله بخوای نخوای باید جمله درستی باشه، ولی بیش از یک نوع آنزیم ها به من بگید منظور چیه؟ حداقل دو تا آنزیم ها بگید که میتونن دو رشته یک ژن از هم دیگه جدا بکنن. این دو تا آنزیم حداقل چی ها؟ که در هر جاندار تک یاخته ای هستن، هلیکاز رنوبسفراز. این ویژه که مال هر جاندار تک یاخته اصلا میتونیم بگیم همه سلول هایی که درشون دی ان ای وجود داره. خب بچه ها بریم سراغ موضوع بعدی. موضوع بعدی یا من قبلا مطرح کردم، در صورتی که بین دو ژن مجاور، بچه ها بگیم دو ژن اصلا قاعده بر نمی داره. خب حالا گزینه یک میگه دو تا راه انداز وجود داشته باشن. بچه ها اگه دو تا راه انداز داشته باشیم، رنوبسفراز ها نسبت به هم دیگه چه حرکتی میکنن؟ میگیم از هم دیگه چی میشن؟ دور میشن. آفرین، دول رنوبسفراز ها در یک جهت حرکت میکنن، پس این غلط. یه دونه راه انداز داشته باشیم در جهت خلاف، نه همیان گفتیم در یک جهت حرکت، راه اندازی وجود نداشته باشه به سوی یکدیگر حرکت میکنن، این چیه؟ صحیح. پس دوتا راه انداز هم داشته باشیم به سوی یکدیگر که چیه؟ غلط هست. این هم در رابطه با این موضوع. بریم سراغ موضوع بعدی. بچه ها تست میتونیم طراحی بکنیم بگیم محصول نهایی بیان ژن، میتونیم بگیم محصول اولیه بیان ژن. اینجا من اومدم گفتم محصول اولیه بیان هر ژن. بچه ها محصول اولیه بیان هر ژن قطعاً چه مولکولیه؟ قطعاً چه مولکولیه؟ محصول اولیه بیان هر ژن رناس، قطعاً رنو. ولی محصول نهایی بیان ژن میتونه پروتئین باشه. تو این حالت وقتی محصول نهایی پروتئینه، محصول اولیه چی بوده؟ محصول اولیه چه نوع آرنه بوده؟ پیک، رنای پیک. خب کدام عبارت جمله را به نادرستی تکمیل میکنه؟ محصول اولیه بیان هر ژن قطعا فاقد پیوند پپتیدیه. خب این که درسته، یعنی به نادرستی تکمیل نمیکنه چون آرنه فاقد دوکسی ریبوز و پیوند یونی است. فاقد این چی؟ این هم درسته، ایرادی نداره. در بیان نوعی ژن دارای نقشه، در بیان نوعی ژن دارای نقشه، یعنی چه آر آر نبده، چه تی آر نه، چه ام آر نبده، در بیان نوعی ژنی نقشی داره. K
که این جمله بازم توی صحیحه، پیش از آغاز فعالیت باید کوتاه شود. که این چیه؟ غلطه و همین جواب ما هست. تأکید میکنم بچه ها واسه چندمین بار، کوتاه شدن رنا مال رنای پیک، نه هر آر ان ای، تازه اینم رنای پیک یوکاریوتی، تازه هم نه هر رنای پیک یوکاریوتی، یه سری هاشون اتفاق رو میدم. خب بچه ها اینجا تازه میخوایم بحث ترجمه را شروع بکنیم، تازه تنظیم بیان ژنم داریم. توی ترجمه اولین رویدادمون میخوایم ببینیم به چه صورت هست. آره مربوط به ترجمه است. من یادم رفته اینجا رو بنویسم. جدولا در رابطه با چی؟ در ارتباط با ترجمه کامل بکنم. بچه ها اولین رویداد مرحله آغاز به من بگید چیه؟ اولین رویداد مرحله آغاز چیه؟ مرحله آغاز. من اینجا شاید خیلی جا نباشه بنویسم، فقط میخوام بگیم و رد بشیم. اولین رویداد مرحله آغاز چیه؟ آفرین. اتصال بخش کوچک ریبوزوم متصل بشه. اصلا ما کلن سه تا اتفاق داریم تو مرحله آغاز. اول میگیم بخش کوچک ریبوزوم وصل بشه، بعد میگیم رنای ناقل حامل آمینو اسید چی متیونین وصل بشه. بنابراین آخرین رویداد مرحله آغازمون چیه؟ بخش بزرگ بیاد وصل بشه. بچه ها یه نکته، عمل ترجمه وقتی میگیم تو مرحله آغازهای ترجمه اتفاق میفته یا نه؟ تو مرحله آغاز و اگه ترجمه میشه چی ترجمه میشه؟ در مرحله آغاز آیا ترجمه ای رخ میده؟ ترجمه رخ نمیده. چرا رخ میده؟ بچه ها در مرحله آغاز چی ترجمه میشه بگید؟ کدوم رمزه؟ کدوم؟ کدوم ترجمه میشه؟ کدوم رمزه در مرحله آغاز ترجمه میشه؟ بچه ها در مرحله آغاز آیوجی ترجمه میشه. آیوجی. آقا یعنی چی ترجمه؟ بچه ها ترجمه یعنی چی؟ یعنی این آیوجی به ازاش چه آمینو اسیدی میاد، این میشه ترجمه شدن. کدونها باید نه قاطی نکنید، گفتم پیوند پپتیدی تشکیل نمیشه. کی گفتم من ترجمه نمیشه؟ گفتم پیوند پپتیدی تشکیل نمیشه. به عبارت دیگه ترجمه اصلا مال چیه؟ مال رمزاست، مال کدونهاست. ما میگیم قراره این کدونها تک تک ترجمه بشن و بره جلو، بنابراین ما ترجمه را در مرحله آغاز داریم. تشکیل پیوند پپتیدیا نداریم، اون یه بحث دیگه است. پس دقت بکنید، در مرحله آغاز ترجمه قبل از کامل شدن ساختار ریبوزومه. بچه ها شما که میگید حالا گفتید، من هم چی چیزی نگفتم، ولی اصلا مفهوم ترجمه یعنی چی؟ یعنی از زبان نوکلئیک اسیدی برسیم به زبان پروتئینی. چه جوری میتونیم برسیم؟ یعنی از رمز یا کدون برسیم به آمینو اسید. آیوجی بگه چی بیاد؟ متیونین بیاد. این میشه ترجمه. مفهوم ترجمه اینه. بچه‌ها یه نکته مهم، رمزهای پایان ترجمه نمیشن. پس ما در مرحله پایان بله ترجمه نداریم، اونجا ترجمه ای رخ نمیده، ولی در مرحله آغاز داریم. در مرحله آغاز داریم، در مرحله طویل شدن که اصلا عمده ترجمه داره اونجا رخ میده. پس عمل ترجمه در مرحله آغاز و طویل شدن رخ میده. یکی از ترجمه‌مون تو مرحله آغازه، بیشترش تو مرحله طویل شدن. حالا بریم سراغ مورد بعدی. بچه ها اولین رویداد مرحله طویل شدن چیه؟
نوی ها از اول که اومدی اعلام پایان آغاز شروع کردی، استراحت کردید؟ نه، این جدول باید تموم بشه، این جدول تموم میشه. بعد خوش آمدید. اولین رویداد مرحله طویل شدن بگید چیه؟ اولین رویداد ورود متیونین به جایگاه، ای متیونین که به جایگاه پی اومده بود، قبلش اومده بود، تو مرحله آغاز اومده، وارد شدن رنای ناقل به جایگاه ای، رنای ناقل دومی میاد، اولی که تو جایگاه پیه. پس ورود، من میتونم بگم دومین رنای ناقل، یه دوم می نویسم، دومین رنای ناقل، دومین رنای ناقلی ناقل هم می نویسم. خیلی بچه ها جا نداریم اینجا. به چی؟ به جایگاه A. این میشه اولین اتفاق مرحله طویل شده. تا اینجا درست بچه ها؟ آخرین رویداد مرحله طویل شده، ما توی گروهی که حالا دبیرای ناحیه‌مون هستم بحثش صورت گرفت، به اتفاق نظری نمیتونم بگم رسیدیم، ولی من ترجیح میدم آخرین رویداد طویل شدن ها، چون کتابم نمیگه هیچی، یه خورده سخت واسه شما در نظر بگیرید، ولی من ترجیح میدم همین موردی که نوشتن در نظر بگیرم، بگم آخرین پیوند پپتیدی که تشکیل میشه، یعنی قبل از آخرین جا به جایی. بله، من ترجیح میدم اینا بنویسم. پس تشکیل آخرین پیوند پپتیدی، بچه ها جانی سال کاریش هم نمی کنم، نمیتونم. آخرین پیوند پپتیدی، پیوند پپتیدی، حالا دیگه بیش از این نمیشه توقع داشت. خب بچه ها بریم سراغ مرحله پایان. مرحله پایان اولین اتفاقش چیه؟ اولین اتفاق آفرین ورود رمزه پایان به جایگاه A، رمزه پایان بیاد تو جایگاه A. بچه ها تازه موتوراتون روشن شده، کجا میخواهید برید؟ رمزه پایان به جایگاه A بیاد وارد. آخرین اتفاقش چی؟ آخرین اتفاقش چی؟ آخرین جا به جایی نه، یه تعریفی کردیم. آخرین اتفاق مرحله پایان بگید چی؟ آزاد شدن رنای پی. خورده دقت بکنید، درسته من میتونم بگم بچه ها جدا شدن زیر واحد های ریبوزوم طبق شکل کتابت، شکل کتابا نگاه بکنید، جدا شدن زیر واحد های ریبوزوم نشون داد. پس جدا شدن زیر واحد ها، ولی بگید آزاد شدن رنای پیک هم ایراد نداره، وقتی زیر واحد ها جدا میشن رنای پیک آزاد میشه، جدا شدن زیر واحد ها. بچه ها تأکید میکنم تو مرحله پایان مثلا جدا شدن رنای ناقل از پولیپپتید قبلش رخ داده، خروج رنای ناقل قبلش رخ داده. پس آخرین اتفاق میتونیم بگیم جدا شدن زیر واحدهای ریبوزوم از یکدیگر یا آزاد شدن رنای پیک، به نظر من هیچ فرقی نمیکنه. مرحله تشکیل پیوند پپتیدی تو مرحله آغاز کجاست؟ پیوند پپتیدی کجا تشکیل میشه؟ نداره. طویل شدن کجا؟ چه جایگاهیه؟ ای پایان چی؟ نداره. بچه این بود که گفتم نداریم، نه ترجمه، ترجمه را ما تو مرحله آغاز داریم. محله شکستن پیوند اشتراکی تو مرحله آغاز نداریم. تو مرحله طویل شدن کجاست؟ پی. تو مرحله پایان باز هم محل تشکیل پیوند هیدروژنی بین رمزه و پاد رمزه تو مرحله آغاز کجاست؟ پی. ممکنه ایراد بگیرید بگید آقا اون زمانی که پیوند هیدروژنی تشکیل میشه بین رمزه و پاد رمزه هنوز ساختار ریبوزوم کامل نشده، ولی همه قبول دارن که بگیم پی. تو طویل شدن کجا تشکیل میشه پیوند بین رمزه و پاد رمزه هیدروژنیش؟ آ.
من مونده بودم این چیه؟ و تو پایان، و تو پایان نداره. محل شکستن پیوند هیدروژنی بین رمز و پاد رمزه تو مرحله آغاز نداریم. تو مرحله طویل شدن ای، و تو مرحله پایان بچه ها من هم ای را میگیرم هم پیا. یه خورده ممکنه اختلاف نظر داشته باشم سر این موضوع با یه سری افراد دیگه، و یه سری ها هستن میگن آخرین رنای ناقلی که از جایگاه ای خارج میشه مال مرحله طویل شدنه. من اعتقاد ندارم، من به نظرم مال مرحله پایان حساب میشه، و تو مرحله پایان رنای ناقل هم خروجش ما از جایگاه ای داریم هم از جایگاه پی. ولی نکته ای که وجود داره اینه که تو شکل کتاب اینا نشون نداده. خوشبختم بچه ها، ما یه مشکل زیاد داشتیم. یه سری ها بودن استدلالشون این بود، میگفتن که شکل کتاب اومده رنای ناقلی نشون نداده تو جایگاهی. ولی صحبت من اینه، صحبتم دلیلم رو خیلی دقت بکنید چون داره ضبط میشه. میگم آقا اولین اتفاق مرحله پایان، مگه نمیگید ورود رمزه پایان به جایگاه ایه؟ خب این ورود کیه؟ این ورود همزمان با جابجایی، همزمان با جابجایی میگیم رمزه پایان داره وارد میشه. پس تو همین زمان رنای ناقل بدون آمینو اسید میره وارد کجا میشه؟ بدون زنجیره میره وارد جایگاه ای میشه توی همین زمان. پس من میتونم بگم در مرحله ابتدایی، در ابتدای مرحله پایان درسته کتاب یه جمله میگه، میگه ورود رمزه پایان به جایگاه A، ولی ما میگیم خب این اتفاق همزمان با جا به جای، همزمان با ورود رنای ناقله بدون زنجیره به جایگاه A. پس بعدشه که اون رنای ناقله از ای خارج میشه. امیدوارم استدلالم ما درست متوجه شده باشید. به همین دلیل من اون رنای ناقله بدون آمین اسیدی که حالا با جا به جایی منتقل میشه به جایگاه ای یا خروجش رو تو مرحله پایان در نظر میگیرم. بحث ما تا سر اچ و سوالات بعدیش جلسه آینده.